که ما شما در درس های قبلی آغاز کرده بودیم بحث در مورد شناخت الله متعال در قرآن بود و هفته گذشته هم صفت کریم الله متعال را خواندیم آل یک سوره دیگه که تقریبا در او سوره الله متعال تعداد زیادی از صفاتش را ذکر کرده آیات اخیر سوره حشر است الله متعال در این سوره تقریبا از آیت 22 تا 24 تعداد زیادی از صفاتش ذکر میکنه اول اون تعدادش رو میگیم با سرش تفصیلی ان الله بحث میکنیم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشركون هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ده اي تقريبا تداد زيادة عز اسماء وصفات الله متعال هاس إن شاء الله همشه ميجم أما بخاطر يك موضوع ديگه كه ما در درس ها همشه يادواري کرده بديم الله تبارك و تعالى وقت خود را معرفی میکنه قبل ازو بعضی از مفاهیم عملی را بر بنده مؤمن میگه و بعد به خاطر ترسیخ این مفهوم و فوم اعتقادی صفاتش را ذکر میکنه و هر صفتی از صفات الله تبارک و تعالی بالای یک بنده مؤمن جنبه های عملی داره یعنی الزامات عملی متفاوتی داره اونا شناخته شود یک دفعه ذهنم گشت که این سوره را از اول بخونیم آغاز سوره با سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض والذي انا صفاته الله سبحانه والعزيز والحكيم وبعد ازو موضوع محوريه سوره غالبا حوادث است که در بني نذير واقع شده غزوه بني نذير دوستاي كه سيدت را د نسته به شن ميگه او بعد بعضي از صفات مهاجرين انصار را ميگه پس ما گفتم خير اميره ابتدای سوره ته مگيم كه بر معرفه الله هست يعني بزرگی و عظمت الله را یاد میکنه و آیاتی که در ایه های هم میاید در حقیقت بخشی است صفت الله در ذکر میشه اما چون کمی مفهوم میتر باز دورتر ممکن بریم خصوصا موضوع سیرت یک موضوع س... خودم شخصا به او علاقه زیاد دارم باز خیلی مفاهیم جزئیاتش آدم وارد میشه وقتی وارد با جزئیات شدیم باز از موضوع اصلی میمانیم به خاطر در ذهنم گشت که از آیت 18 شروع میکنیم از یت الله تبارک وتعال می بسم الله الرحمن الرحیم یا اه الذین امنو اتقو الله ولتنظر نفسم ماقدمت لقط ای کسانی که ایمان آوردین تقوای الهی پیشه بکنین و ببینین که نفستان بر رز بعدی بر روزی که در آینده میآیه چ پیشکش کردهدای یه مبارکه الله تبارک وتعال مفاهیم بسیار مهم و ساسی و محوری را ذر میکنهااهبهمنی این نکته را همیشه یادآوری کرده بودیم که هم هر وقتی الله تبارک و تعالی میگه یا ایها الذین آمنو هر حکمی را که بعد از ذکر میکنه از جمله ضروریات ایمان هست و از لوازم ایمان هست و از احکامی است که انسان در نتیجه ایمان ملزم برای رعایت از به و خاطر عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مفسر قرآن میگه هر وقتی که شما ندا یا ایها الذین آمنو را شنیدین بسیار دقیق شوین قرآن که چی میگه چون شما ادعای ایمان را میکنین و این آیتم از شما را مخاطب ساخته پس متوجه شوین و بدانین و درک بکنین و می خاطر خطاب یا آیه الذین یک خطاب بیدار کننده هست و یک خطاب هشدار هست و یک خطاب به تعبیر زنده کردن مفهوم ایمان هست و از لوازم ایمان هست که انسان مسلمان بعد از اینکه الله او را بر اساس ایمان مورد خطاب قرار داد دقت بیشتر بکنه توجه بیشتر بکنه مثل از که گاهی وقتی یک نفر گپای عام از ذکر میکنه شما قدر دقت نمیکنین اما اگر شما را به نام و با اسم و با صفاتتون صدا بکنه خوب متوجه میشین که چی میگه مرا به همین خاطر الله تبارک و تعالی در قرآن کریم خیلی از آیات یا آیه هل از این آمنو رو ذکر میکنه یه هم حجدار هست هم او لطف و احسان و عنایت الله تبارک و تعالی هست چون هشدار به خاطر از که غالبا مفهومی را که الله تبارک و تعالی بعد از یا آیه الذین آمنو ذکر میکنه یا اوامر است که الله تعالی ما را امر میکنه به انجام از او یا هم نواهی است که الله تعالی ما را به ترک از او امر میکنه و در ضمن از این دگه مفاهیم هم در در, در, در یایت ای دخیل هست اوی که شما میدانین هر حکمی از احکام الله تبارک و تعالی در حقیقت یکی از نعمت های الله هست و ایره در قالب امو مفهوم کلی بگیرین که ما شما ایمان داریم الله تبارک و تعالی نعمت های بینهایت زیادی را کرده یکی از نعمت های الله نزول احکام هست هر حکمی از احکام الله نعمت از نعمت های الله است و امی خاطر و علیکم السلام بعد از تکمیل دین الله تبارک و تعالی اعلان تکمیل نعمت های خودش میکنه علیه و اکملت لکم دینکم اتمامت علیکم نعمتی الله متعال در بعد از اینکه ما را مخاطب میسازد با یا ایها الذین آمنو در حقیقت هر حکمی را که میتا چی حکم امری از اوامر الهی باشه برای خیر ما و منفعت ما هست این در حقیقت نعمتی از نعمت های الله متعال است و چی نهی از نواهی الهی باشه این هم بازم به خیر و به خیر ما هست و به و به لطفی از لطف الله متعال و احسانی از احسان های الله متعال هست که در حق ما کرده و می خاطر انسان مسلمان باید بسیار دقت و بعد از اینکه کلمه یا ایها الذین آمنو را میشنوه در اینجا الله مطالعه یک مفهوم عام را ذکر میکنه واتقوا الله این لفظ لفظ بسیار عام هست و مفهوم کلی داره و در خیلی از آیات تکرار میشه و مفهوم تقوا همیشه خصوصا در خطبه هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میته همیشه بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر خطبه سه آیت را از قرآن کریم را همیشه تکرار میکرد و هر سه آیت در مورد مفهوم چیسته در مورد مفهوم تقوا هست شما و آیات را همیشه غالبا در نمازهای جمعه هم میگم دوستا اگر دقت کرده باشن این ای سه آیت است یکی آیت اول سوره نساء آیت 71 سوره احزاب و افتاد دوش و آیات دیگه هم یا از الذین آمنوا تقل الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای, ای آیات همیشه میشه رسول الله صلی الله علیه و گفت محور محور ای آیات ای, ای تقوای الهی کسانی که ایمان آوردین تقوای الهی پیشه بکنین حق تقاته امونه و تقوایی که تقوای به حق بوده باشه و نمیرین مگر که مسلمان باشین و مفهوم تقوا را اگر ما به صورت دقیق تر خواسته باشیم یک تعبیر عام را بکنیم که کل مفاهیمش در بر میگیره تقوا امو انگیزه ای ایمانی است که در قلب بنده جا میگیره و دو نتیجه داره باعث میشه انسان عوامل الهی را انجام بده و از نواهی الهی دوری بکنه همین مفهوم تقوا را داره یعنی ترس از الله او ترسی که باعث میشه تو کارهایی را که الله دستور داده انجام بدی و ترس از الله که باعث و از آنچه که نهی کرده تو دوری بکنی چرا به خاطر از اینکه انسان در دو حالت مستحق عذاب میشه یا ای که اوامر الهی را انجام بده یا هم که نواهی الهی را انجام بده و که الله تبارک و تعالی میگه از تق از الله تقوا پیشه بکنین یعنی خود چی بکنین بکنین از عذاب الله چی چیز ما را از عذاب الله وقایع میکنه انجام اوامر الهی و ترک نواهی الهی چون یک نفر وقتی اوامر الهی را ترک کنه مستحق عذاب بشه و آنچه که الله نهی کرده اگر اونها انجام بده مستحق عذاب میشه پس مفهوم تقوا امیس که ای بنده های که ایمان آوردین و ای کسانی که ادعای ایمان ندارین و ای کسانی که الله متعال شما را مستحق نعمت ایمان دانست تقوی الهی پیشه بکنین و موتون تموتن الا و انتم مسلمون این نکته بسیار بسیار جالب و عمیق است شما نمیرین مگر که مسلمان باشین یعنی چی؟ یعنی ای که در هر حالت شما متوجه مفاهیم ایمانی و اسلامی باشین چرا به با دلیل از اینکه انسان در هیچ لحظه در هیچ لحظه زمانت زندگی خود را کرده نمیتونه و هر لحظه احتمال داره بمیره هر لحظه احتمال داره بمیره تنها ترس وضعیت نا... ناگوار امنیت این نیست که فکر بکنه که دقیقاً دقیق بس خراب تر باشه بیشتر ترس وجود داره <تصفح> <تصفح> بدون از این حالتم خیلی از مردم ببینین شما داخل بعضی کلاپ دیده باشین یک نفر ضرر رو روانش که ببینیم یک نفر ببینین مفتم این مره یک نفر در میدان فوتبال است ببینین نفر ببینیم ملک المال فرصت نمیتوا پیش از پیش کدام پیام خاصی هم بر تنوان نمیکنه که تو آمادگی داشته باشی پس بنده مؤمن در هر لحظه آماده مرگ باید باشه چون هر لحظه احتمال داره الله تبارک و تعالی زندگی زولا مقلفین کرده باشه ولا شما نمیرین مگر اینکه مسلمان باشین هر لحظه آمادگی مرگ دا داشته باشه و این یک هشدار است واقعا یک هشدار بسیار خطرناک است و این در حقیقت در تقابل با او برنامه شیطان هست شیطان یک, آ... یک برنامه داره که همیشه انسان چی میکنه به اصطلاح آرزوهای دور و دراز مشغول میکنه هر کدام ما شما از لحاظ ظاهری یه داره میکنیم که ممکنه هر لحظه مرگ سر ما بیا اما عملا کدام ما شما واقعا آمادگی داریم صادقانه اگر ببینیم به خود نی؟ شاید هیچ کدام ما اما تا از میگی میگه پا که واقعا هر لحظه احتمال در مرگ اما هر کدام مکت کد خود میگه میکنه نه دیگه ما خود قصد قصود بمر می ذهنیت این ذهنیت است که شیطان برای ما تلقین میکنه و به امی خاطر ما را چی میکنه؟ موارد آه... کارهای شرعی را برای ما به تاخیر مندازه با اگر یک نفر واقعا مثلا فکر بکنیم که خدا نخواسته خدا نخواست یا الله اگر ما قدر بود ممکنه همه تنم شبه فردا میمیریم شما روحی ما تغییر میکنه دیگه نه کاملا ممکن بیخیال میوال هست ده از ترس میبینیم این که بفهمیم فردا میبینیم دقت کنین چی میکنه آدم یک یک از علما یک بسیار جالب میگفت میگفت هر وقتی که خواستم خواستین خود را انگیزی ایمانی بدین یک بار که خود فرض بکنین که انمی در خمه علیکل موت آمده و شما از پیشش فرصت میخواین مثلا علیکل موت زیاد برتون وقت نمیتی یک روز وقت میده دم یک روز چی میکنین؟ اینمی رقم زندگی کنین و جالب نکته را میگنی شما فکر بکنید نمیال ما شما کت خاطر بکنیم که هر کدام ما ملک الموت آمده میگه وقت دکت پوره هست دیگه چی میکنی؟ ما به یک روز از پیش از یک روز وقت بکنیم این یک روز چی رقم میگذرانیم؟ نکته بسیار مهم است واقعا وقتا نمی رقم حالت است قد انا موش بداييه مي حالات قرار دارين به مخاطر الله ميگ ولاتم تن الا وانتم مسلمون دعوات دیگه هم میگه يا ايها الناس انجبوا الله مطال عموم انسان ها را مورد خطاب قرار میده تا يا ايها الناس انسان ها تقوا ربكم اصفر وردگارتان بترسين الذي خلقكم وكاسيك شما را خلقت من نفس واحد از یک نفس و خلق منها زوجها و باز با است از زوج جفت را خلقت و بس من ها ما رجالان كثير و نساء و باز نسل انسانی را از همین جفت یعنی از همین زن و مرد از همین آدم و حوا بیشتر گردانید باز میگه واتق الله از الله بترسین الذی تسالون به و الارحام و الله که شما رحم ها بر اساس پیوند رحم ها به نام از که دیگه تان را ندا میکنید ان الله کان علیکم رقیب باز آیه دیگه باز میگه یا ای الذین امنوا اتقوا الله ای کسانی که مال دین استقوا بت از, از... از الله تقوا پیشه بکنین و قولوا قولا سدیدا و همیشه سخن راست بگین یصلح لكم اعمالکم در نتیجه تقوا و گفتن سخن حق الله اعمال شما را اصلاح میگردانه و یغفر لكم ذنوبکم و گناهان شما را میبخشه پروردگار گناهان ما رو ببخشه و من یطع الله و رسوله و کسانی که تقوای و کسی که از الله پیامبر اطاعت بکنه فقط فاز فوزا عظیما رسول الله صلی الله علیه و این سه آیه را در هر خطبه خود میگفت در هر به خود میگفت این نشان به نشان دان نشانه ای اهمیت این موضوع هست و نشانه ای از که مفهوم بسیار عام داره و خیلی از مسائل در بر میگیره به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلام اینها را تکرار میکرد و این آیه مبارکه هم با امین ندا آغاز میشه یا ای الذین آمنو یا ای کسانی که ایمان آورید تقوا الله استقوا از تقویز الله بترسین ول تنظر نفس ما قدمت لغت و هر نفسی ببینه که بر فردای خود چی پیشکش کرده یعنی یکی از راه های خوب برای اصلاح نفس انسانی و برای تزکیه نفس انسانی محاسبه نفس است و از معمر رضی الله عنه یک مقوله نخلص میگه که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو شما خود را محاسبه بکنین قبل از اینکه مورد محاسبه قرار بگیره و می خاطر یکی از راهکارهایی که صالحان همیشه می کردن بوده که هر شب خود را محاسبه میکردن و قطعا اگر یک نفری هر شب خود محاسبه بکنه محاسبه در چند چیز ای که اول بس که خب ما امروز کدام کارهایی را که باید میکردم و از جانب, ش... از جانب شریعت ملزم بودم را نکردیم متوجه هر روز برای ما شما ده ها حکم متوجه ما هست ده ها حکم و بالاتر از صد ها حکم متوجه شدین خیلی از مردم هست خیل از خیلی از مفاهیم غافلند مثلا شما تصور بکنین به هر عضوی از اعضای وجود ما شما هر روز دهها مورد خطاب الله <تصالت> متوجهش میشه پس زبان ما الله مطال رو مخاطب میسوزه چشم ما الله مطال مورد خطاب الله هست گوش ما مورد خطاب الله هست اینی کار کو اینی کار نکو این چیز بی بی این چیز نبی اینی سخن بگو اینی سخن نگو قلب ما مورد خطاب الله هست اینی تفکر داشته باش این تفکر نداشته باش اینی نیت خیر داشته باش اینی نیت خیر نداشته باش دست ما مورد خطاب الله هست اینی کار خیر بکو اینی کار خیر نکو پای ما مورد خطاب الله هست اینی به طرف فلان چیز برو به طرف فلان چیز نرو انسان میره خدا محاسبه بکنه خب ما کدام ما هر روز امروز مثلا وقت فردا شب میشه بعد از اینکه بستر خواب رفتی نمیره محاسبه بکنه خب ما امروز کدام کارها رو باید نکردم که نکردیم متوجه شدین و پشتانلز بگیرین گاهی وقتا ممکن خوب بوده باشه که حتی بنویسین این تاثیر میکنه سر انسان متوجه آدم میشه خیلی وقتا آدم وقتی بنویسه متوجه میشه یک باری من یک سنف درسی داشتیم اونجا امروی شاکرده همی کاره میکنیم گفتیم یک بار بنویسیم باز باز من خودم هم مینوشتم یک بار همون قلم گرفتن که باشه می گناهانی که مثلا امروز از مش سر زده کدام احکام متوجه بوده که در اونها کوتاهی شده یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا حساب کردم باور کنین از, از صد بالا رفت و خیلی ترسان مرا خیلی آدم واقعا می ترزن. اما تو هم هست این دا حالت عادی شد یک نفر متوجه نباشه و یک نفر شاید بگه خب مثلا گناه نکردیم و غالبا گناه نکردن چی را حساب میکنه ای که مثلا ما فلانی نواهی را انجام ندادیم ای که اوامر الهی را انجام ندادیم, را انجام ندادیم. هم گناه هست متوجه شدین یعنی ما شما متوجه ای... 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 آدمای خوب ما نیست که مثلا که خدا اگه محاسبه خود بگه مثلا ما خود گناه نکردیم دیگه فعلا مثلا دزدی نکردم لازم نکردم تو نکردم تو نکردم دیگه می کافیه ای کافی نیست خیلی از احکام را باید انجام میدادی که انجام ندادید، هم گناه است متوجه شدین و از این غالبا ما شما چی هستیم غافل هستیم و یک نکته نکته دیگه چیزی که خیلی از گناهان را انجام میدیم مثلا متوجهش نیست مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه در ذهنتون بوده میگه من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت ی یک فریضه است چقدر چقدر کلمات نامناسب گفتیم می گناه است پیامبر میگه هر کی به الله و روز آخرت ایمان در خاموش باشه یا سخن حق بگه چقدر سخنان نامناسب میگیم و فکر میکنین این گناه نیست قطعا گناه است متوجه شدی چقدر غیبت میکنیم چقدر به اسلام اتهام بس میکنیم چقدر متاسفانه خیلی عام شده امو رقم الله تبارک و تعالی وقتی بر مؤمنین میگه یا خل مؤمنین یغض من ابصارهم چند بار به طرف نامحرم نگاه کردی و اول وضعیت نامطلوب خود دیدین دیگه واسه خصوصا بعضی از ما شما که در جاهای عجیب تری مثلا ما در پانتونی وضعیت از این لحاظ ناگوارتر است دیگه هر طرف که میکنی اسم انسان به طرف آدم عجیب غریب میفته که نباید بفته یا کارهای دیگه متاسفان قدر سخنان نامناسب را نشنویم باید متوجه یعنی حکم خطابی الله مطالبه متوجی گوش شما اینی گپاره نشیدیم اینی گپاره چقدر که ما را شنیدیم که نباید مشنیدیم چقدر چیزهایی را دیدیم که نباید میدیدیم چقدر کلمات را گفتیم که نباید می‌گفتیم اینا را محاسبه بکن چقدر کار خیر را باید میکردیم که نکردیم چه کجا مثلا ما نذر داشت که کمکش بکنیم نکردیم ما خیلی از اینی مفهوم تقوا را داره و پیامبر صلی الله علیه و سلام هم میگه و قرآن کریم میگه ول تنظر نفس ما قدمت لغت شما خودتون محاسبه بکنید خدا که کدام فرایض باید انجام میدادم و کدامش انجام داد و حتی امو فرایز را که انجام دادیم باز تفصیل از این هم پرسان بکنیم مثلا ما نماز خواندم با جماعت خواندم یا به جماعت خواندم اگر با جماعت خواندم با کدام روحیه خواندم نماز ما با خشوع بود یا بی خشوع بود متوجه شدن چون یک نفر بگه خب من نماز خواندم دیگه خیر که جماعت نرفتم خود ترک جماعت موارد از جمله گناهان چی حساب میشه کبیره یک نفر بگه نماز جماعت هم رفته چی رقم نماز خونده نمازش با خوشو بوده یا بی خوشو بوده نماز بدون خوشو از جمله کدام گناهان است گناهان کبیره است چرا گناهی کبیره است چون تهدید داره ترک خوشو در نماز تهدید آمده و تهدید به عذاب شده و علما میگن یکی از موارد گناه کبیره که یک نفر شوه یک نفر عمل را انجام بده که در او در شریعت تهدید آمده باشه و قرآن کریم نمیگه فویل للمسلین الذين هم عن صلاتهم صاحون فویل للمسلین حلاک بود بر نماز گذار الذين هم عن صلاتهم صاحون الذين هم یراؤون و یمنون چقدر ریا کرده چقدر نیت های ما بد این واقعا آدم خیلی میترسانه ما گاه وقت هم تو محاسبه وقتی میکنیم کت خود امی که میگه از امی گناهانی که ما در از اونها توقع ثواب داریم از این هم نجات پیدا بکنیم خیلی گپ کلان است چه به گناهانی که گناه اصلی است یعنی ای ای اگر آدم منصفانه من هدف ما این نیست که خدا شما رو نامید بکنم خب هدف ما واقع بین بودن است واقعا همین نماز ما که بهترین کارهایی است که میکنیم در کدام سطح هست در اون سطح هست که از اونا توقع ثواب داشته باشیم و در اون سطح هست که تهدید متوجهش است ما از خودم میگم شما شما میفهمید محاسبه خودتان من نمازایی را که میخوانم ازشان از گناهش بیشتر میترسم نسبت به ثوابش چون واقعا وقتی خدا مواظبه میکنه ما مو حالت را الله متعال گفته و پیامبرش مده حالت نماز نداره اما خوشویی که باید باشه اما تزرعی که باید باشه اما شکستگی که باید باشه اما که بعد در نماز باشه و این صلات تنها الفاش اما رو نداره مسعود قناص خدا میگم نداره و این خیلی آدم میترسونه این وقتی در نماز مو این حالت داریم دیگه حالت ها خیلی خطرناک باشه پس یا ای الذین امنوا واتقوا الله وان ترضوا النفس ما قدمت لغت ای مؤمنین از الله بترسین و ببینین که برای آیندهتون برای روز بعدیتون و بفهمن منظور از روز بعدی در اینجا چیست؟ روز قیامت مثل اس که فردا باشه خوب دقت کنین چه تعبیر دقیق قرآنی داره والتنظور نفس ما قدمت لغت ببینین که نفستان برای فردا چی کردین این ای فردا منظورش نیست که امروز جمعه سلو رو, رو شنبه می آیا. منظورش روز قیامت است و قیامت همه قنزیک است و قیامت همه قنزیک است پس بر قیامت چی آماده کرده قیامت فردای ما هست بر قیامت چی کرده کافی خودم و خودم محاسبه بکنیم واقعا اگر ما منصفانه خود و ما خود محاسبه بکنیم میتونیم نمره کامیابی برای خود بتیم؟ قطعا نمیتونیم قطعا نمیتونیم کامیابی برای خود بتیم پس چی توقع داشته باشیم با این اعمال عجیب و غریب ما که در, 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 در کارهای خوب ما چقدر خطاها و نواقص او داریم خب ول نفس ما قدم الله الله متعال شما رو امور ما را اصلاح بکنه بعد میگه الله بازم میگه از الله بترسین ان الله خبیر بما تعملون الله خوب آگاه است از همه اموری که انجام میدین خبیر یعنی در کمال آگاهی قرار داره از چی از همه اعمالت شما باور بکنین موارد زیاد انسان خودش از اعمال منفی زیادی خودش آگاه نیست که الله از او آگاه است ای یک ترفند خطرناک شیطانی است در وجود انسان هزارها گناه می باشه شیطانی گناهان را از انسان پنهان می کنه و انسان نمی فهمه که ما در گناهان هستم مثلا داشتن نیت بد یک گناه است داشتن نیت بد خیلی از مردم نیت های بد زیاده دارن شیطان رو ازش پنهان می کند. اگه خودم محاسبه بکنه به نیت های بد خود نکته منفی نمیتن ازشان غافل است متوجه شدین این حد اقل یک امر باطنی نیست یا مثلا در وجود نفر حسادت است حسادت از جمله کدام گناهان است از جمله گناهان کبیره و موارد از اکبر الکبایر می آید غرور از جمله کدام گناهان است گناهان کبیره متوجه شدین حسادت داره تکبر داره فخر فروشی داره اما قبول نداره که ای را دارم چرا چون شیطان ازش پنهان کرده این گناه را در وجود خودش خیلی کم از آدمی که اعتراف بکنه که ولی واقعا من حسادت دارم واقعا هم تاسی نیست هست شما فکر بکنید نظر کدام تا پرسیده که تو آدم حسودی هستی نه من آدم مغرور هستی نه من مغرور نیستم در حالی که اگه ارزیابی شوه هزارها رفتارش در نتیجه غرور و حسادت و تکبر ازش صادر میشه آماده نیست اعتراف بکنه متوجه شدین اما الله ازش آگاه هست تو خودت آگاه نیستی که گناه را داری الله ازت آگاه هست ان الله خبیرم بما تعملون الله میدونه که در کجای اگر عمل انجام میدین به اساس کدام نیت است و خود عملتان چه قدر است درست است نادرست است حلال است حرام است و در نتیجه کدام انگیزه از شما صادر میشه ولا تکونو کالذین نصوا الله فانساهم انفسهم این نکته اساسی است به عامل اصلی الله اشاره میکنه دقت کردین همی که ما تقوا داشته باشیم با چی چیز نیاز داریم با... که در قلب ما تقوا پیدا شود با چی چیز نیاز داریم که ما را وادار بکنه به ای که انگیزی قدرتمند داشته باشیم برای انجام خوبی ها و انگیزی قدرتمند داشته باشیم برای ترک بدی ها چی چیز میتونه وارد این زمینه کمک کنه اصلا مفهوم تقوا در قلب چه زمانی جا میگیره یک مورد است زمانی که الله را یاد داشته باشیم. الله با یاد ما باشه و می خاطر بلا فاصله چی میگه ولا تکونو کالذین نص الله مانند کسانی نباشین که الله را فراموش کنند و خود این حالت خطرناک ترین حالت بر بنده است که الله را فراموش بکنه خطرناک ترین حالت معنوی و ایمانی بر یک بنده مؤمن است که از الله غافل شود و هیچ گناه بزرگتر از غفلت نیست گناه غفلت از گناهان کبیره بزرگتر است چرا؟ به دلیل این غفلت از گناهان کبیره بزرگتر است که خود گناه نوعی در وج... خود یک چی داره یک ترس و دلهاره داره متوجه شدین؟ دا بعد از هر گناه احساس میکنیم ما شما هر گناهی را که انجام دادم بعد متوجه میشه یک دلهاره داره این دلهاره آدم آرام میسازن آرام میسازن تا یک توبه و استغفار بکنی آرام شد اما غفلت او گناه است که این دلهاره در قلب نداره به همین خاطر خطرناکتر از گناه کبیره است. توجه منظورم شدین؟ خب دوباره تکرار میکنم غفلت گناه به مراتب خطرناکتر از گناهان کبیره به خاطر که گناهان کبیره موارد یک حس نارامی در تل ما ایجاد میکنه و ما را نارام میمانه تا که توبه به نکنیم آرام نمیگیریم هر کدام شما همین خود گناهان از خود حکمت ها داره خود همین خود انجام گناه حکمت داره یکی از بزرگترین شمیس که گاه وقتا انسان رو چی میکنه به یاد الله مندازه و غفلت خطرناکتر از ایست به همین خاطر امام ابن قیم رحمه الله یک نکته بسیار جالب میگه میگه انسان گناهگاری که در نتیجه گناهش به یاد الله مفته به مراتب بهتر از او انسان غافل است که از یاد الله غافل شده متوجه شدید منظور مره؟ یک نفر آدم غافل است اصلا رجوع به طرف الله یادش نمی آید این آدم در معرض خطرناکتر حلاکت قرار داره نسبت به اون نفری که گناه میکنه و بعد از گناه متوجه الله میشه و به یاد الله میفته خیلی از ما شما در غفلتیم متوجه شدیم و نمیفهمیم در حالی که خود بازگشت به طرف الله یک فریزه مستقل است میدانیم خود بازگشت به طرف الله یک فریزه مستقل است یا ایها الذين امنوا توبوا الی الله توبه این فرض است علما میگن توبه یک وجیبه مستقل است متوجه شدیم؟ و, و ایده در, در کسی آدم باید ببینه در رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر میگه قسم به الله هست من روزانه بیش از هفتاد بار بیش از هفتاد بار استغفار طلب میکنم از الله تبارک و تعالی به خاطر چی رسول الله میگه به خاطر اینکه گاه احساس میکنم در قلبم غفلت پیدا میشه قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم خب پاکتر از قلب ما بود این گناه و تکبر و غرور و گناهان کبیره باطنی که در ما هست در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود اما باز هم صلی الله علیه و سلم توبه میکرد روزانه بیش از 70 بار دلالت به با کثرت میکنه چرا به خاطر اینکه پیامبر میگه احساس میکردم قلب ما غافل شده قلب ما چقدر غافل است پس الله تبارک و تعالی بر ما چی میکنه ولا تکونوا کالذین نسوا الله پس مونند کسانی نباشین که الله را فراموش کرده و هیچ بنده هیچ کسی زشتر و بدتر از او بنده نیست که الله فراموش شده باشه شما واقعا فکر بکنید چقدر خطرناکتر تر از, از لحاظ ایمانی بر او انسانی که الله یادش میره شما با این خوب دقت بکنید خوب عمق گپ را که الله متعال میگه دقت کنید ولا تکونو کالذین نسوا الله مانند کسانی نباشین که الله یادشان رفته الله را فراموش کرده فانساهم انفسهم الله هم نفس های خودشان ده و و که ما از الله غافل این امین نیاز به بهترین نمونه از این که ما واقعا از الله را فراموش کردیم گناهان ما هست کافیز گناهان خود را حساب بکنیم و هر گناه دلیل بر فراموشی الله هست از, از طرف بنده پس ما خیلی از الله غافلیم غفلت این است که تنها یک نفر شاید بگه خب ما بعد از هر بعد از هر نماز سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگم پس ما از الله غافل نیستم او سبحان الله که به زبان باشه و در قلب جا نگرفته باشه این غفلت است او کسی که به زبان سبحان الله سبحان الله میگه بعد از هر نمازی اما در قلب شمی سبحان الله وجود نداره و قلبا سبحان الله نمیگه این انسان انسان غافل است پس ولا تکونو که الذین نسو الله خدا باز فراموش میکنن اولایک هم الفاسقون امی گروه مردم فاسقن و فسق در قرآن موارد معادل کفر میآیه و موارد معادل ظلم میآیه و حدی اقل که گناه کبیره است. صفت فسق به چیزی که نسبت داده میشه حداقلش گناه کبیره است و بالاتر از او کفر است موارد چیزهای در قرآن فسق گفته شده که او معادل کفر است پس الله تبارک و تعالی دیگه میگه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم پس مانند کسانی نباشین که الله را فراموش کردن و الله هم اونها را خودشان خود سرشان فراموش کرد اولئک هم الفاسقون اینا فاسقان چون فراموش کردن الله دارای مراتب متفاوتی است ادی از مردم اصل مفهوم ایمان به الله را فراموش میکنند اینا کافر میشه ادی از مردم همی محاسبه الله را و روز قیامت را و صفات الله را فراموش میکنه. صفت الله صمیع و بصیر هست بنده ای که مؤمن است و صفت بصیر و سمیع بودن همیشه در قلبش زنده هست مرتکب گناه شده نمیتونه پس ما الله را فراموش میکنیم صفات الله را فراموش میکنیم میگم الله هست خو خیلی این یک گناه را میکنیم این در حقیقت فراموشی از صفت صفات الله عذاب دهنده بودن الله را فراموش میکنیم اگر یک نفر عذاب دهنده بودن الله را ای یادش باشه که ان الله شدید العقاب ان الله علیم العذاب علی ای باز چی میشه گناه نمیکنه پس انسان الله را فراموش میکنه کسانی که الله را فراموش میکنن حد اقل حکم شیس که هم الفاسقون اینا فاسقان. و فسق از جمله اسباب هلاکت و نابودی و بربادی و عذاب است بر بنده در جهنم الله تبارک و تعالی ما شما را از نجات بده ان شاء آیات بعدی را روزهای بعدی می که استاد تشریف آوردن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك